سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز از داستان پوپک هدهد حضرت سلیمان علیه السلام برای شما میگیم. ممنون که امروز هم نیایش رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از حمایت صمیمانه‌تون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون نسبت به ما دارین. اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، یادآوری میکنم که با فشردن اون زنگوله میتونید روزهای بعدی هم با ما همراه باشین. بریم با هم این داستان رو بشنویم. پوپک هدهد زیبایی بود و از همه هدهدها باهوشتر. او میتونست روزها و شبهای متوالی در آسمان پرواز کند بدون اینکه خستگی را احساس کند. پوپک همیشه دوست داشت زمین را از بالای آسمان ببیند. او با نگاه تیزبین خود به زمین خیره می شد و می توانست آبهای زیرزمینی را شناسایی کند و به آب برسد. همچنین می توانست اطلاعات مختلفی از مکانهای مختلف را در حافظه خود برای مدت زیادی نگهداری کند. به خاطر همین خصوصیات بود که پوپک رئیس واحد خبررسانی لشکر حضرت سلیمان علیه السلام شده بود. او برای لشکر و سپاه حضرت سلیمان علیه السلام اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. حضرت سلیمان همان پیامبری بود که می‌توانست با حیوانات و پرندگان و جنیان حرف بزند. بنابراین پوپک همه گزارشات و اخبار را به او به زبان خودش می‌داد. پوپک پرواز را خیلی دوست داشت. یک روز مشغول انجام مأموریت بود و پروازکنان از ابرها گذشت. خیلی بالا رفته بود که ناگهان از آن بالا چشمش به دیوارهای شهری خورد. شهر برایش جالب به نظر آمد. کم کم از سرعت خود کم کرد و روی اولین درختی که درون باغی بود نشست که ناگهان چشمش به پرندهی مثل خودش افتاد. هدهدی دیگر بود. پوپک به هدهد سلام کرد و به او گفت: می دانم اینجا سرزمینی از سرزمین های خداوند است، ولی نام آن را نمی دانم. نام این سرزمین چیست؟ هدهد با تعجب به پوپک نگاه کرد و گفت: سرزمین خدا؟ اینجا سرزمین خورشید است. مردم این سرزمین خورشید را می پرستند. نام این سرزمین هم سرزمین سباست. این بار پوپک از حرفهای هدهد تعجب کرده بود و با خود گفت: خورشید؟ خورشید که خود آفریده خداوند حکیم است. این مردم چگونه خورشید را می پرستند؟ اینجا محل خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات جدید است که حتما برای سلیمان علیه السلام می تواند جالب باشد. و از هدهد خواست تا او را با شهرشان بیشتر آشنا کند. هدهد پوپک را به نزدیکی قصر بزرگی برد و به او گفت: اینجا قصر بلقیس ملکه سرزمین سبا است. بلقیس بر تختی زیبا نشسته بود. پس از آن هدهد پوپک را به محلی که مردم خورشید را پرستش می کردند برد. پوپک با دیدن سجده مردم مقابل خورشید خندهش گرفته بود، ولی نگذاشت هدهد بفهمد. پوپک 5 روز در سرزمین سبا ماند و تا آنجا که می توانست اطلاعات جمع‌آوری کرد. دیگر زمان برگشت بود. پروازکنان بدون لحظه‌ای توقف به سرزمین خودش برگشت. پوپک خیلی خسته بود. تازه وارد سرزمینش شده بود که دید ده ها پرنده به سرعت خود را به او می رسانند و با ترس و لرز از او پرسیدند: کجا بودی؟ کجا بودی؟ پوپک گفت: مگر چه شده؟ یکی از پرندگان گفت: سلیمان پادشاه به اردوگاه پرندگان آمد و گفت و سلیمان جویای حال مرغان شد و پرسید: هدهد کجا رفته که نمی بینمش؟ یا اینکه بی اجازه من غیبت کرده؟ یا اینکه سرش را از تنش جدا می کنم مگر اینکه دلیلی روشن بیاورد برای غیبتش؟ پوپک با شنیدن این حرف تمام تنش به لرزه در آمد. خود را کنترل کرد و شجاعانه گفت: من در مأموریت مهمی بودم. پوپک به نزد سلیمان رفت. می دانست سلیمان تا او را ببیند حتما تنبیهش خواهد کرد، زیرا سفرش خیلی طولانی شده بود. بنابراین بلا فاصله با دیدن سلیمان نبی گفت:
من به چیزی که تو از آن آگاه نشده ای خبر یافتم و از ملکه سبا برای تو خبر آوردم. همانا زنی را یافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی داشت و به آن زن هر گونه نعمت و قدرت عطا شده بود و تخت با عظمتی داشت. آن زن را با تمام رعیتش یافتم که به جای خدا خورشید را می پرستیدند و شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داده و آنها را به کلی از راه خدا باز داشته و به این سبب هدایت نمی یابد. بعد از اینکه حرفهای پوپک تمام شد، سلیمان علیه السلام رو کرد به هدهدش پوپک و گفت: باید تحقیق کنیم تا راستی سخنت را دریابیم. سپس سلیمان دستور داد تا برایش کاغذ و قلمی بیاورند و چیزی در کاغذ نوشت، آن را تا کرد و به پوپک داد و گفت: اینک نامه مرا ببر و به سوی آنان بیفکن و از نزد آنها روی برگردان، آنگاه بنگر تا پاسخ چه می‌دهند. پوپک نامه را گرفت و به سمت سرزمین سبا به پرواز درآمد تا بالاخره به سرزمین زیبای سبا رسید. داخل قصر بلقیس رفت و نامه را درست جلوی پای او به زمین انداخت. بلقیس بعد از خواندن نامه فرماندهان و نمایندگان سرزمینش را جمع کرد و به آنان گفت: ای بزرگان کشور، نامه مهمی به دست من رسیده که آن نامه از جانب سلیمان و عنوانش به نام خداوند بخشنده مهربان است و بعد چنین نوشته که بر من برتری مجویید و تسلیم امر من شوید. آنگاه گفت: ای بزرگان کشور، شما به کار من رأی دهید که من تا کنون بی حضور شما به هیچ کاری تصمیم نگرفتم. سران و فرماندهان قصر گفتند: باید با او بجنگیم. اما بلقیس نظر دیگری داشت. او تصمیم داشت حضرت سلیمان را امتحان کند. هدهد به نزد حضرت سلیمان رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. در همین میان بلقیس هدایایی را با لشکری به سوی حضرت سلیمان فرستاد. فرستادگان با هدایای بلقیس به سمت سرزمینشان برگشتند. بلقیس که دید سلیمان علیه السلام دنبال هدایای مادی دنیا نیست، تصمیم گرفت شخصاً برای جلوگیری از جنگ به نزد سلیمان علیه السلام برود. حضرت سلیمان که متوجه آمدن بلقیس شد، رو به پوپک کرد و گفت: مهمترین چیزی که در سبا توجه را جلب کرد چه بود؟ پوپک گفت: تخت بلقیس. بسیار با شکوه بود. حضرت سلیمان رو به یارانش کرد و گفت: ای بزرگان دربار، کدام یک از شما تخت بلقیس را پیش از آن که تسلیم امر من شوند خواهد آورد؟ آن کس که به علمی از کتاب الهی دانا بود گفت که من پیش از آن که چشم برهم زنی تخت را بدین جا می آورم. آنگاه سلیمان علیه السلام گفت: تخت او را تغییر شکل داده و بر او ناشناس کنید تا بنگریم که او تخت خود را خواهد شناخت یا نه. وقتی ملکه وارد شد، تختش را به او نشان دادند و گفتند که عرش تو چنین است؟ و او گفت: گویا همین است. پروردگارا، من بر نفس خیش بسیار ستم کردم و اینک با سلیمان تسلیم فرمان پروردگار عالمیان شدم. این بهترین مأموریت پوپک در طول تمام سالهایی بود که نزد سلیمان علیه السلام خدمت میکرد. او کمک کرده بود پادشاه سرزمین سبا و به تبعیت از او تمام مردمانش دست از پرستش خورشید بردارند و خدا پرست شوند. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت کنید و همینطور با فشردن اون زنگوله روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.